خب سلام خدمت همه دوستان عزیز، که هستم با ویدیو بعدی از دوره آموزشی ساخت یک فضای ابری با جنگو. خب توی ویدیو گذشته ما تا اینجا اومدیم که یک کلاس نوشتیم برای آپلود فایل با JW توکن، باید حتما آتوریزیشن بشه و حتما طرف باید لاگین کنه که بتونه فایل رو آپلود کنه. قبل از این به سایت من سر بزنید، چون سایت این هم نیست رو بیام. خب سایت من سر بزنید، سورس پروژه توی گیت هاب هم اینجا هست. خب ببخشید دیگه، بعد اون ویدیو مستقیم اومدیم روی این ویدیو. به گیت هاب من سر بزنید، سورس پروژه رو اینجا میتونید ببینید، ازش استفاده کنید، بهش ستاره بدید. به سایت من هم سر بزنید. جدا از این ویدیو ها، ویدیو های خوب دیگه هم توش اگه دوست داشتید از اونا هم استفاده کنید. خب ما تا اینجا اومدیم که فایل ویو رو ساختیم، API ویو، و الان خیلی راحت میتونیم با پستمن اگر لاگین کنیم، که حالا لاگین نکردیم، ببینیم میگه توکن invalid or expired. خب حتما باید طرف authorization کنه. اما یه چیزی، ما الان تو سایتمون کاملا HTML معمولی داریم سفر رو میاریم. خب پس نمیتونیم وقتی اومدیم اینجا یوزر پس طرف رو دوباره بگیریم بفرستیم و از اون فرمی که اون سمت داریم نمیتونیم اینجا استفاده کنیم. پس باید یه کاری بکنیم، یا باید بیایم فانکشن لاگین رو دوباره بازنویسی کنیم. فانکشن لاگینمون کجاست؟ فانکشن لاگینمون توی اینجاست. خب ویوز لاگین ویو از مال خود کتابخونه جنگو. به جای اینکه بگیم از ویوز لاگین ویو، بیایم اینو دوباره بازنویسی کنیم و اون زمانی که طرف لاگین میکنه ما توکن ها رو جنریت کنیم توی صفحه قرار بدیم، یا نه بیایم راه حل خیلی ساده تر. ببینید فانکشن هایی که ما داریم، هوم که صفحه هوم از اکانت رو باز میکنه، یا پروفایل، همین هوم همیشه طرف به اینجا ریدایرکت میشه دیگه، درسته؟ ما بیایم اینجا وقتی میاد به این صفحه ما بیایم توکن ها رو جنریت کنیم و اینجا قرار بدیم. چجوری باید این کارو بکنیم؟ خود این سمپل یه حالتی داره که دستی بسازیم. ایناش creating tokens manually رکورد میکنه. خب میگه از خود REST framework simple JWT refresh token رو بیاری، که حالا ما میاریم. خب بعدش ایناش. خب ما اینجا حالا قبل از اینکه چیزی بفرستیم، خب یوزر رو از چی داریم؟ از ریکوست داریم. خب request.user refresh رو بهمون میده و اینجا ما این دیتا رو داریم. خب بذار یه کاری کنم قبل از اینکه هر حرکتی بزنیم، من اینو یه پرینت بگیرم، بذار ببینیم درست برمیگردونه یا نه. خب refresh و access. خب الان دوباره این رو ببندم، اینم ببندم. خب بیایم اینجا. خب بله ببینید هر بار که من اینو لاگین کنم یا بیام توی اینجا یه توکن جدید برام ساخته میشه، که البته خوبه و بده. خوبیش از این نظره که اگه من چند تا تب داشته باشم و اینجا رو باز کنم، توکن ها عوض میشن، که اینو میتونیم الان هندل کنیم. بهتون میگم چجوری هندل کنیم. این بدیشه. خوبیش هم اینه چون ما داریم حالت یه اپلیکیشن کامل می نویسیم، خب دیگه مهم نیست تبای دیگه، فقط توی مرورگر میتونه این باعث مشکل بشه، توی موبایل نه، که حالا حلش میکنیم. بهتون میگم چجوری حلش کنیم. ببینید ما باید تو کوکی ذخیرش کنیم. اینا بذار من اسپک بگیرم، بذارم کوکی های اینجا کجاست. ایناش. ببینید ما توی دو جا میتونیم اینو ذخیره کنیم اینا رو، یکی توی کوکی ها میتونیم، یکی هم توی استوریج. یه دیتابیس کوچولو دارن مرورگرا که کوکی منطقی ترینه، چون همونجور که میبینیم خود جنگو CSRF توکن سشن و
تب استایل رو دقیقا اینجا داره ذخیره میکنه و چون CSRF و سشن مهم هستن، ما هم دقیقا همین کار کنار اینا ذخیرش میکنیم. فقط چجوریش اینه که خود جنگو چیزی داره تحت عنوان ست کوکی. بذار ببینم، برای ست کوکی ما اینو میذاریم تحت عنوان ریسپانس. خب مستقیم اینو چیز نمی کنیم، بر نمی گردونیم. اینجا اگه درست یادم باشه set underline cookie یه همچین چیزی بود. بذار ببینم name مثال اینجوری بود یا مثلا و خود الان چیزو رو روتر کنیم این ریسپانس رو کنم یه همچین چیزی بود. بذار یه تست کنیم یه کوکی اینجا اضافه میشه. کوکی اینجا اضافه نشد، میگه تحت عنوان ست کوکی ندارد. بذار ببینیم یه سرچ کنیم یادم داشت. خب توی بینگ نگرد یا توی گوگل بگرد. بذار کلا یه کار کنیم جنگ و ست کوکی. خب ایناش جا درسته دیگه، ظاهرن درسته. آه کوکی رو من اشتباه نوشتم، مشکل از اینه. خب بذار ببینم. آها ببینید یه دونه اضافه کرد، یعنی ما مستقیم از سمت سرور میتونیم بدون اینکه چیزی بیاریم اینجا توی کوکی ها یه چیزی ذخیره کنیم. بذار اینو پاک کنم این کوکی رو. و کوکی هم تایم دارن دیگه، میتونیم یه تایم براش ست کنیم که حالا تایم اینو چقدره بذار بزرگ کنم. اکسپایر تایم و ایناش رو اینجا داره که حالا بعدا اگه دیدیم کمه میتونیم اینا رو زیاد کنیم، حالا مشکلی نیست. برگردیم اینجا. خب ما یه کاری میکنیم، اینو توی اکسس قرار میدیم، جی ای میذاریم برای امنیت بیشتر، و اینم جی آر، یعنی دوتا کوکی ما سیف میکنیم. خب یکی جی آر برای رفرش کردن، یکی هم جی ای برای چیز دادن. خب اینو ما رفرش رو در اینجا و میبردم کلا. خب رفرش و اکسس یوزر هم که اونجا بهش دادیم، که حتی اینو بالا نیاز نداریم، بیا همینجا بهش بدیم. خب خب این از این جی آر و جی. خب آها ببینید خیلی قشنگ شد، من فقط چشام داره زیبایی میبینه. دو تا توکن اینجا به ما داده، یکی این توکن و یکی هم این توکن. یعنی الان وقتی طرف وارد پروفایل خودش میشه اینجا، خب پروفایل نه، مثلا وقتی وارد صفحه اکانت میشه بعد لاگین، خود به خود این کوکیام ساخته میشن. خیلی هم تمیز و زیبا. بذار یه کاری کنیم ادمین. خب لاگ اوت کردم. خب حالا CSRF هست، مهم نیست، اینا هم هست، ما میتونیم لاگ اوتی که خودمون نوشتیم کلا کوکی ها رو هم خالی کنیم، که حالا چون لاگ اوت رو ننوشتیم یادمون باشه وقتی لاگ اوت رو می‌نویسیم بیایم کوکی ها رو هم خالی کنیم. حالا فرض رو در نظر میگیریم کوکی ها رو خالی کردیم، تمام شد. ما میایم به اکانت، یه لاگین کنید، لاگین کردیم و توکن ها برامون ساخته شد. الان بیایید توکن ساخته شده رو تست کنیم. این توکن قبلیه که میگه اکسپایر شده، من توی جی اکسس توکن کامل دارم. خب اینو کپی میکنم و اینجا قرار میدم و تمام، یه فایل آپلود شد. پس مکانیزم لاگین ما تا الان درست داره پیش میره، تایم 10 دقیقه است. خب الان باید چیکار کنیم؟ الان باید بیایم اینجا فایلی که داریم میفرستیم توی آوترایزرش مثل اینجا توی هدرش اینو قرار بدیم و اون سمت میدونه یوزر کیه و دقیقا قرارش میده برامون. خیلی هم عالی. پس بذارید این ویدیو رو کلا
تا اینجا نگه داریم که ما این لاگین این قسمت رو انجام دادیم، کوکی رو قرار دادیم اینجا، کوکی رو اینجا قرار دادیم. چرا رفت اینجا اپلیکیشن؟ خب کوکی رو اینجا قرار دادیم. توی ویدیو بعدی ما اولین درخواست ایجکسیمون رو مینویسیم که بدون اینکه صفحه رفرش بشه فایل آپلود کنیم. سعی میکنیم درصد اینا رو همینجا قرار بدیم که درصد داره پر میشه توی سرور و خیلی هم تمیز، خیلی داره قشنگ میشه. خب مرسی که این ویدیو رو دیدید. البته بذارید من پروژه رو هم چیز کنم، گیت استاتوس، گیت اداش ای، گیت کامیت داش ام. چه کاری کردیم؟ ست جی دبلیو تی توکنز تو کوکی، اشتباه ننوشیم، گیت پوش. خب تو ویدیو بعدی میبینمتون که بریم اولین آپلود خودمون رو دیگه انجام بدیم. تو ویدیو بعدی موفق باشید.